آنارشیسم چیست؟ حرکت آنارشیستی چه مختصاتی دارد؟ چرا در تاریخ سیاسی ایران به رغم شناخت کم از آنارشیسم از اون به عنوان ناسزای سیاسی استفاده شده است؟ سلام به بینندگان پرگار اولین کسی که خود را انارشیست خواند پیر جوزف پرودون فیلسوف و سیاست پیشه فرانسوی بود او در جواب کسانی که از سلسله مراتب و ضرورت وجود دولت سخن می گفتند، نوشت آزادی است که مادر نظم است از نظر او اگر قرار است نظمی زاده شود باید از بطن آزادی انسان بجوشد خود آنارشیست ها برای این فلسفه و روی کرده سیاسی قدمت بیشتری قائلند و ریشه اون را در تمایل انسان سیاسی به شوریدن علیه نظم های مستقر می دانند. به اعتقاد آنها در آنچه فیلسوف چینی جوانگزی در قرن چهارم پیش از میلاد به استهزا نوشت می توان هستی اعتراض آنارشیستی به, نظامهای نظام های موجود را یافت. جوانگزی نوشت یک دزد یک لاقبا به زندان انداخته می شود و یک راهزن کلان سرور یک ملت می شود ولی افزون بر اعتراض به نظم مستقر آنارشیزم چه ارائه می کند؟ آیا آنارشیزم با هر گونه نظم مخالف است؟ آیا مشکل آنارشیست ها نظم های سلسل مراتبی و نماد آنها یعنی دولت است؟ در این صورت برای تنظیم مناسبات انسانی چه مدلی پیشنهاد می کنند؟ اون چه پیشنهاد می می از بیماری های رایج نظام های رایج در امان بماند این موضوع را با مهمان های این هفته در میان میگذاریم نظام جلالی تحلیلگر سیاسی آنارشیست امار ملکی پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند و محسن حیدریان تحلیلگر سیاسی مخالف آنارشیسم خیلی خوش آمدید آقای جلالی شما ما بگید که آنارشیسم با چی مشکل داره؟ با نظم های سلسل مراتبی یا با دولت؟ میشه گفت با هر دوش هم با نظم های سلسل مراتبی مشکل داره و هم با دولت دولتی که بر اساس سلسله مراتب هیراشی و اقتدار و اتوریته در واقع شکل گرفته نقد آنارشیست ها در واقع به هر دوی اینها هستش ولی بدون سلسله مراتب میشه نظامی رو جامعی رو پیش برد نمیدونم تنظیم کرد مناسبات انسانی رو در اون تصور ما بر این هست که چنین توانایی وجود داره چنین امکانی هست به باور ما بیش از هفت میلیارد جمعیت زمین توانایی خیلی بیشتری دارن از حالا چند میلیون یا چند ده میلیون دولتمندانی که کشورهای مختلف رو اداره میکنند در سطح جهان به نظر ما خیلی توانایی انسان ها بیشتره و با مشارکت جمعی بهتر میتوان در واقع پاسخ بود همین مشارکت جمعی این نکته مهم این مشارکت جمعی بدون وجود نوعی نظم که برخواد درش یه مراتبی خواهد بود دیگه امکان پذیر هست؟ بله باور ما برای این هست که امکان پذیر هست البته نقد آناشیست ها به نظم موجود نظمی که دولت ها به وجود وردن و به قوانین دولت ها هست نظمی که خود مردم بتونن در موردش تصمیم بگیرن تدوین بکنن خود اونها میتونن هم تدوین کنن هم اجرا کنن در واقع نظمی که یا قانونی که نفع منافع مردم هست نه به نفع منافع دولت ها یا مذاهب یا سرمایه داری در آنارشیسم اساس کار در واقع نگاه اومانیستی هست و این چیزی که بالاتر از سرنوشت آینده ای انسان ها وجود نداره و برای حفظ محیط زیست و زندگی بهتر برای همه موجودات زنده از جمله حیوانات آنارشیست ها تلاش میکنن این حرف شما نشون میده که آنارشیست ها توجه و ای به مسئله محیط زیست دارن آره؟ بله کاملا همونطور که ما آنارکو سبز داریم که مشخصا تو این زمین رو فعالیت میکنن به محیط زیست مخالف همون انرژی های اطومی که آنارشیست ها هستن و یا مثلا الان مثل شل که در قطب داره در واقع شرکت میخواد. نفتی بله، کاملا و تمام محیط زیستی ها طرفدار محیط زیست به اون مخالف هستن از جمله آناشستان ولی برگردیم به اون مبحث اصلی گفتید نظمی که مردم برقرار میکنن شما با اون مشکلی ندارید ولی همین میکن. نظمی که مردم برقرار میکنن فکر میکنید درونش مراتب متفاوت وجود نخواهد داشت تصور ما برای این هست که شدنیه که وجود نداشته باشه آیا نمونه هایی پیش از این بوده میتونید مثال بزنید از نظم های مردمی که بدون سلسل مراتب بوده و آنارشیست یا درش صحیم بودند یا باش موافق بودند؟ شاید به نوعی بتوان گفت که دولت شهرهای آتن شاید بتونه مثال خوبی باشه کلا آنارشیست ها دموکراسی مستقیم هستن و در جوامع کوچکتر در واقع چنین تجربه ها پشت سر گذاشتن دولت از زمانی که در واقع جامعه بشریش وجود داشته همیشه ما دولت نداشتیم بدون دولت هم انسان ها زندگی کردن و مخصوصا امروزه با تجربه پیشرفتی که تکنولوژی در امکان در اختیار مردم گذاشته یه رشد همگانی آگاهی همگانی داره ایجاد میشه به نظر ما زمینه های مشارکت بیشتر فراهم شده آقای دریان شما با این توصیفی که آقای جلالی کردن چه مشکلی دارید اگر آنارشیسم اینه که چه چیز بدی نیست نه؟ اولا هرگز تاریخ نشون نداده دیو چو بیرون رود فرشته درآید دیو شاخدارتری میاد دو برای گرفتن حقوق یا منافع اصولا از چه کسی این حقوق رو باید مطالبه کرد بدون دولت سه برای حفاظت از این حقوق چه استمراری چه بقایی وجود داره چهار اصولا شورشگری در تمام دنیا از انقلاب روسیه تا ایران تا فرانسه نشون داده که وقتی که بر مبنای حذف و نابود کردن یا از صحنه خارج کردن دیگری باشه دیر یا زود صرف نظر از انگیزه های عاملین اون به انحصار و به استبداد سیاسی منجر میشه خب این چیزایی که گفتید میتونه از جانب آقای جلالی هم در رد ضرورت وجود دولت بیان شه یعنی اگر قرار گفته شما دیو که بیرون میره دیو دیگه بیاد ایشون هم میگن به همین دلیل با خود مفهوم و ضرورت دولت مخالفن به همین دلیل اصولاً نقش دولت در طول تاریخ فقط یک در, در کشورهایی که بسیار عقب مانده بودند در دوره‌های قبیله‌ای و چوپانی که نه تخصصی وجود داشته نه کشاورزی نه آبیاری امکان وجود جوامع انسانی بدون دولت بوده تا به محض اینکه مسئله کشاورزی تخصص سازماندهی استمرار ماندگاری پیش بیاد دولت یک ضرورت استمرار و بقای زندگی بشری وجود بوده و همیشه اینجوری خواهد بود آلترناتیوی در مقابل دولت وجود نخواهد داشت گرچه میتونه اشکال اون بسیار متفاوت باشه من فکر میکنم عدم تمرکز بهترین شکل اونه اما یعنی دولتی که متمرکز نیست دولتی این. که متمرکز ولی مثالی نیست. که آیه جلالی زدن کلان شهرهای یونان البته مثال های دیگه هم احتمالا در طول برنامه تر خواهد شد از جمله مناطقی در اسپانیا در دهه سی قرن در دست آنارشیست ها بود و موارد دیگه ای که شاید بشه در جهان امروز ازشون اسم برد مطمئنم در ادامه برنامه آقای جلالی بهشون اشاره خواهد کرد اینها به نظر شما مثل ها مثال های خوبی نیستند؟ همیشه اگر در دوران مدرن دوران های کوتاهی بوده پرانتزهایی بوده که فقط دوران گذار بوده یا منجر به استبداد مجدد شده یا اگر تناسب قوای سیاسی اجازه داده یک تحول مثبتی صورت گرفته ولی هیچگاه به عنوان یک شیوه ماندگار کشورداری امکان وجود نداشته و اصولا آنارشیسم مزر برای جامعه برای اینکه هزینه سرکوب مخالفین رو بسیار کاهش میده یعنی مبارزه یک دولت حتی اگر بخواد با مردم یا مطالبات اونها مبارزه بکنه یا به بسیار بسیار برایش راحت تره که مخالفینش از شیوه های تخریبی انتقامجویی استفاده کنند اگر در یک مبارزه مسالمت آمیز مردم به صحنه بیان این دولت است که بازنده خواهد بود مثل جنبش سبز یعنی معتقدید آنارشیست از شیوه تخریبی استفاده میکنند در مبارزاتشون من معتقدم که آنارشیست ها اصولا همونطور که خودشون میگن خواهان لغو مالکیت هستند و دولت هستند گرچه به عنوان اعتراض پروتست میتونن در شیوه زندگی در موزیک در هنر حق حیات داشته باشن اما حتی در جوامع مدرن امروزی هم همه حقوق اونها مورد حفاظت است اما وقتی که از شیوه هایی استفاده میکنن در مواردشون شد مثل آتش زدن مثل شورش مثل پرووکاسیون اینها کمک میکنه که در حقیقت تمام خواستا و مطالبات جنبش های اجتماعی به راحتی سرکوب بشه و حقانیت میده به دولت ها برای اینکه بیشتر اونا بتونن سرکوب بکنن آی آقای ملکی شما در مورد پدیده نافرمانی مدنی مطالعه کردید در این مورد نوشتید این ربط خیلی مستقیمی داره به حرکت های آنارشیستی میخوام با توجه به این مطالعاتتون ببینم شما در این طیف کجا قرار دارید در طیف طرفداران و مخالفان آنارشیست خدمتون بگم من به قبل از اینکه بگم در مورد جایگاه در اصل اعتراضات مدنی یا نافرمانی مدنی که در اصل بنیانگذار این عبارت نافرمانی مدنی هنری دیوید سورو یک آنارشیست دونسته میشه که حالا در مورد صحبت میکنیم که در طیف میان آنارشیست در کجا جای میگیره بله. اما به نوعی آنارشیست دونسته میشه اگرچه گفته میشه که سورو میگه که من دولت رو به عنوان شر لازم در بعضی موارد قبول برد دارم برد. یعنی کاملا مخالف دولت نیست که حالا این هم بحث میشه اما واقعیت چیه این که من موقعیت خودم را اگه بخوام در مورد بحث آنارشیز بگم آنارشیز یک سری آرمان هایی داره بحث آزادی، اراده فردی، عدالت و اون سولیداریتی یا همبستگی و وفاق این تایی که در از آرمان های آنارشیز هستش که فکر می با اونها کاملا هم دل هستم و فکر بیشتر مکاتب سیاسی هم حتی انوی ادعا که دنبال همین ها هستن هم نکته همین آیا اینها صرفا در آنارشیسم پیدا میشه این آرمانهایی که شما گفتید یعنی دقیقا. میشه به این آرمان ها اعتقاد داشت بدون این بود درست میگم خواستم بگم این آرمان ها پس جایز دستش که همدلانه هستش فکر کنم اشتراک داره حتی لیبرالیسم و حتی فکر کنم مارکسیسم هم به نوعی ادعای این رو دارن که ما دنبال همین ها هستیم اما مثلا اینجاست که آنارشیسم در مرحله بعدی که میگن چگونه میخوایم این آرمان رو متحقق بکنیم میگن که هر نوع سلسله مراتبی و هر نوع اتوریته یا اقتدار غیر مشروعی رو باید به نوعی از بین بردشت من البته این رو بگم که واقعیت چینه که شاید در توضیحاتی که آیه هیدری هم دن نگاه منفی به آنارشیزم که به نوعی اون رو متصادف به معنای هرج و مرج میدونه دیده میشه اما واقعیتش اینه که در فلسفه آنارشیسم و اونهایی که در آنارشیسم رو تبیین میکنن نگاه این نیست یعنی حتی پرودون همونجوری که هستش یک جمله معروفی داره که میگه آنا، آنارشیسم نظمه که اون علامت معروف آنارشیسم هم که یک ای هستش که دورش گردی کشته شده میگن از ای و اوی آنارکی و اوردر اومده یعنی منظوری که در صد ادعای اینو دارن و البته یک چیز دیگه هم که در حدی که من میدونم که به نوعی جفا نشه به آنارشیست اینه که میگن آنارشیست ها مخالف نظم نیستن مخالف نازمن میگن ما مخالف رولز نیستیم مخالف رولرز هستیم و از این منظر در صد فلسفه سیاسی آنارشیست اینها رو میگه ولی نکته اینجاست که اون قسمتی که میگن ما مخالف سلسله مراتب و اتوریته غیر مشروع هستیم نتیجه ای که از این میگیرن این هستش که چون دولت و عنوان اصلی ترین به نوع نماد اتوریته نماد غیر مشروع هستش ما اینه میخوایم اینجا اون منطقه باز داره اون قسمتی که آنارشیستاد فلسفه میگن ما مخالف اتوریته نامشروع هستیم رو باز دوباره هر کسی که به دنبال تحول آزاد خوان آزادی خواهانه هستش باش همدله اینجا همون جایی هستش که باز دوباره نافرمانان مدنی و وارزان مدنی باش همدل هستن کجا رایتون جدا اون جایی, جایی که جدا میشه جایی هستش که الزاماً به این نتیجه میرسن که دولت و هر نو دولتی حتما یک سلسله مراتب نامشروعی هست و یک اتوریته نامشروعی هست اینجاست که به نظر من از مسیر دموکراسی دیگه رد نمیشن چون حتی دموکراسی رو هم میگن در شما نیازمند یک دولتید انتخاباتید و این نهایتا میرسه به اونجا من جواب به استخواستگاه بحثم این هستش که ما میتونیم به آرمان های آنارشیسم از طریق تعمیق دموکراسی و توسعه دموکراسی و حتی رسیدن به همون دموکراسی های مشارکتی که اتفاقا مثالی که از یونان باستان میزنند خب یونان باستان رو نمونه ای از دموکراسی بیشتر میدونند تا آنارشیسم. آقای جلالی آیا آنارشیسم مترادف با هرج و مرج اونجوری که آقای هیدریان گفتند من فکر کنم شاید بهتر باشه بهترین پاسخ از زبان ش... احمد شاملو بشنویم اگر اجازه بدید من اشاره بکنم مشخصا احمد شاملو میگه شاعر ذاتا آنارشیست است آنارشیست به مفهوم واقعی کلمه نه آن معنای حق بازانه که بهش دادن یعنی نه به معنای دیوانه هر جمعش طلب و این جور حرف ها که به کل خلط مبحث است. در آرمان آناشیزم همچنان خلط مبحثی فرموده شده که فریب خوردگان بی نوا تا این کلمه را شنیدن دیوانه جلوی چشمشان مجسم می شود که با وجود هر نظم و قانونی در جامعه مخالف است در صورتی که آناشیسم انسانی ترین آرمان است که 2500 سال پیش برای آسایش انسان ها و رسیدن آدمی به کمال مطلوب عرضه شده است بله دو ایراد به نظر من هست در این آقای جلالی اولا اینکه احمد شاملو شاعر بود و نظریه پرداز سیاسی نبود اجهاف بهش اگر ما به عنوان نظری پرداز سیاسی بهش رجوع کنیم دوم اینکه شاید آقای شاملو راجع به آرمان آنارشیستی گفته که آقای ملکی هم گفتن مشکلی باش ندارن مثلا اینه که آیا اگر یک نظریه پرداز سیاسی بگه آنارشیسم به دلیل اینکه با نفس دولت مخالفه به هر جمع هرج می انجامه این نظرش رو شما رد میکنید یا نه اگر رد میکنید به چه دلیلی بله دقیقا ببینید من تو اون بخش اول صحبت هم اشاره کردم که ما با نظم موجود و قانون موجود که در خدمت دولت ها مذاهب و سرمایه داری هست مخالفیم در هر سه این ها انسان در واقع با اهمیت نیست یعنی در مرحله اول قرار نداره منافع انسان ها دولت ها حفظ حکومتشون براشون مهمترین چیزه نمونهش شما نگاه ب... حتی اگه به نابودی همه مردم و جامعه بشری و محیط زیست منجر بشه نگاه بکنید به سوریه به عراق به لیبی نقش دولت ها نقش سرمایه های خوبی ببینید. نیستن آقای آه. ملکی میگه همون مثال کلان شهرهای یونان که زدید بیشتر به دموکراسی میخوره تا به نمونه های آنارشیستی ببینید به دموکراسی مستقیم میخوره دولت شهرهای آتن در واقع دموکراسی مستقیم هست و خود اداره کردن خود مدیریتی که تو کتاب جمعه احمد شاملو به این اشاره کرده یعنی فرات از اون چیزی که بله. شما میگی کتاب جمعه که سرده احمد بله. شاملو بود در خودگردانی یک و خودگردانی دو و مقدمه اون این, این, مسئله رو بهش پرداخته یعنی اگر بخوایم چکیده حرفای شما رو به این شکل بگیم که آنارشیسم برابر با دموکراسی مستقیم شما موافق خواهید بود بله. خب در این صورت چرا نمیگید من دموکرات هستم و معتقد به دموکراسی مستقیم هستم دموکراسی خودگردان توسط خود مردم ت... تعریف کامل نیست یعنی نمیتونه توضیح بده آنارشیسمو آنارشیست ها خب دموکرات هم هستن آزادی خواهند دموکرات به نظر من جریان فکر سیاسی هست آزادی خواه ترین جریان فکر سیاسی هست منافع همونطور که گفتم محیط زیست حیوانات منافع جنبش زنان کارگری جوانان یا مثلا در رابطه با زندان که مثلا آناشیست ها نظر شما این هست که از جامعه به کل زندان حذف بشه و اوگان های سرکوبگر دولتی و کلا ابزار خشونتی که متعلق به یا به دولت هاست دست سرمایی یا مذاهب با اون مرز بنده جای زندان ها رو چی باید بگیره اگر زندان ها حذف قرار بشن؟ امروز ما ببینیم که لزوما همه کسا رو که مثلا یک دلالی که زندان ها ازش استفاده میکنن برای کنتر کنترل افراد هست ما الان ببینیم که مثلا در آمریکا حتی بحث من نیست که این درست هست یا نیست از تکنولوژی استفاده میکنن کسی بیرون هست یه دستبند یا یک چیپس بسیار کوچیکی بهش وصل هست که از محدوده خاصی خارج, خارج نشه یعنی خارج فکر میکنید تکنولوژی جدید هست. این اجازه رو میده که زندانی در زندان نباشه ولی تحت کنترل باشه آقای هیدریان با این توصیفاتی که آقای جلالی کردن برابر با هر جمعه نیست این فلسفه سیاسی نظرتون چیه؟ من فکر می کنم تمام ایدئولوژی های موجود وقتی که می پردازم به آرمان هاشون شما از فاشیست بگی تا ایدولوژی های اسلامی بگی مارکسیستی بگی و غیره همشون اون چیزی که ارائه میدن یک جامعه آرمانی مدینه فاضله است که در اون بهشته اتفاقا کار سیاست این هستش که بهشتی رو به کسی وعده ولی نمیده ولی چه این در دریان چه نیست شما اگه به آرمان های فاشیستی نگاه کنید اصلا هیچ شباهتی بهش نداره یا اتفاقا فاشیسم ب... از یک نظر از یک نظر دارای یک مخرج مشترک است برای اینکه یک توده آسی خش. این ناراضی که نارازایتیش هم حقانیتی داشت که به هیچ تشکلی هم باور نداشت و به هیچ استمراری هم فکر نمیکرد اومد نتیجه اون شد که تبدیل شد به نیروی فاشیست بنابراین استدلال اصلی من اصلا اون نیست این استش که صرف نظر از انگیزه ها و نیت ها اون چه که در تبدیل به واقعیت شدن ایدئولوژی در واقع فکر ایده آناشیست بر روی زمین میکنه از اونجایی که هیچ مرز روشنی با خشونت نداره سپردن سرنوشت هر کشور هر جامعه به توده خشمگین آسی و ناراضی فقط به تبدیل یک جهنم جدید منجر میشه در تمام انقلاب ایرانی رو دیدیم در روسیه دیدیم در تمام در واقع تحولات مختلف دیدیم که وقتی که توده ناراضی و خشمگین بدون آگاهی و بدون وجود تشکل و بدون وجود نقشه را و بدون وجود آرمانهای دموکراتیک و بدون مدارا وارد صحنه میشه تر رو با هم میسوزونه و صرف نظر از نیت کسانی که بسیجگل اون هستند فقط به یک انحصار و استبداد به مراتب سختتر از استبدادی که ایشون صحبت شد برای اینکه تمام استبدادهای مثل مثلا اوایل جمهوری اسلامی و استبدادهای توتالیستی و لنینیستی و چپ هزار برابر ضد انسانی تر بودن از استبدادهایی که در جهان امروز وجود دارد. بله. آقای به شما میرسیم آقای ملکی اجازه بدید از آقای جلالی بپرسم نسبت خشونت و آنارشیست رو شما چی میدونید برای اینکه تکی آقای هیدریان روی همینه بحث خوبی خشونت رو باید تعریف کرد خشونت رو بیشترین خشونت ها رو چه کسانی انجام میدن و آیا ابزار خشونت دست چه کسانیه آیا ابزار خشونت دست آناشیستاز یا دست دولته خیلی از نقد هایی که آیه دریان میکنن نقد نیروهای دولتگراست هست آناشیست ها مگه میخوان دولت رو در دست بگیرن میخوان حکومت بکنن که برای رسیدن به اون آرمان هایی که شما دارید خوشونت رو توصیه میکنید ببینید ارز کردم خشونت رو باید تعریف کرد اگر مثلا در خود شما خب بیشتر از ما اخبار رو دنبال میکنید در رابطه با ایران ما مثلا میبینیم که دختری رو که موش گرفتن میکشن رو زمین نیروهای انتظامی مثلا ازش دفاع میکنن مردم یا در مواردی که با کاراته خودش دفاع کرده فیلمایی بوده یا مثلا تو جنبش سبز دختر که خودش با کاراته دفاع کرده در مقابل سرکوب <تصفح> بنابراین اون خشونت نیست دفاع از دفاع از خود همه جا به رسمیت شناخته شده ابزار خشونت اصلا آنارشیستا ندارن در جامعه مگه ما خشونت میکنیم تو روابط اجتماعی چه این چیزی اصلا نیست یعنی اتفاقا این نقد به دولت ها وجود داره به, احز... به مذاهب مختلف وجود داره به سرمایه‌داری وجود داره و... و... این نقد اصلا نمیتونیم بگیم که آنارشیستا خشونت میکنن یا خشونت طلبن آقای ملکی شما موضعتون در این چیه والا من فکر میکنم که در مورد اینکه الزامن آنارشیست ها رو خشونت طلب بدونیم فکر کنم واقعا یه مقدار بی انصافی است به دلیل اینکه گفتم بازم تعریفی که شما از آنارشیست میکنید یک نوع هرج و هر مرج هر طلبی و قهر رفتارهای حتی اعتراضیشون هم الزاما خشونت آمیز و قهرامیز میدونید هستش بخشی از آنارشیست معتقد به انقلابی هستش معتقد به خشونت محوری هستش و معتقد به روشهای های قهر است بحثی در اون نیست اون فکر کنم بحثش جداست که در مورد خشونت درستی یا غلطیش بحث بشه اون بحث دیگه اما واقعیتش اینه که حداقل آنارشیست در شکل بسیار مدرنش در سالهای اخیر شاید دهه های اخیر یک بخشی از مبارزات مدنی و مبارزات خشونت پرهیز رو بسیاری از رهبران فکریش آنارشیست بودن من گفتم ما هنری سرور رو داریم به عنوان واژه نظری نافرمانی مدنی تولستوی هستش با عنوان به عنوان یکی از بنوی پدران اندیشه آنارشیستی و گاندی حتی حتی گاندی رو هم آنارشیست میدونن یعنی از این منظر الزامن این نیستش که اگر کسی آنارشیست هستش آنارشیست تسش... دوست دارن گاندی رو آنارشیست بنامن این از این جهت موضوع مهمیه که من توی ادبیات آنارشیستی برای این برنامه آماده میشتم نگاه کم دیدم که خیلی ها رو آنارشیست مینامن در صورتی که ممکنه کسی یه جایی صحبتی کرده باشه در یه دوره از زندگیش چیزی گفته باشه که شبیه آرمان های آنارشیستیه آیا واقعا مثلا لو لونت... تولستوی رو آنارشیست نامیدن درسته در شایدی که شما این همه تکه میکنید روی نقش مذاهب در تخریب جامعه در صورتی که تولستوی یه نوعی مذهب درست کرد دیگه در این صورت چجوری شما میتونید تولستوی رو یک آنارشیست بنامید تولستوی خودش معتقد در واقع آنارشیست هست نه تنها تولستوی با میارهای شما هست ببینید آن آخه خب خیلی این گرایش متنوع خیلی گرایشات گوناگون داره نظر مختلف داره نه من آنارکو مذهبی نیستم و در واقع گرایش آیا آنارشیست بود آقای جلالی به نوعی بله حتی لوتر کینگ و گاندی به نوعی, به, نوعی. به چه نوعی بله نوعی گرایشات آنارشیستی دارن گرایشات آنارشیستی بله. دارن بله. باشه من یه نکته رو بگم من کاملا با شما همدل هستم که آنارشیست ها یکی از کارهایی که شاید به نوعی رندانه میکنن اینه که هر کسی رو که به نوعی یک محبوبیت تاریخی تو بحث های مبارزات دارن آنارشیست میمونن من اختم میخوام بگم اگر بحث رو بخوام برگردیم به جای اولش آنارشیست معیار اصلیش رو بی دولتی یا بی حکومتی استیت لس بودن بذاریم خب تولستوی بله تولستوی واقعیتش اینه که مخالف استیت هستش گاندی اتفاقا مرز داره گاندی خودش رو خیلی نقد های جدی به دولت داره و حتی بعضی هایی که میگن گاندی آنارشیست هستش وقتی که دو میگن که خب پس هند که به استقلال رسید میگن که نهرو رفتش برای نوشتن قانون اساسی جاهایی که مبارزات مدنی رو تاریخش می میخونید دیگه نمیشه ماندلا و لوترکینگ رو هم آنارشیست تونست به دلیلی که لوترکینگ ماندلا. و ماندلا دنبالی هستن و حتی لوترکینگ هم که آقا ما هم می‌خوایم در قدرت نقشی داشته باشیم ما هم بعد نمایندهمون داشته باشیم از این منظر میگم اگر آنارشیست رو بیس اصلیش رو بذاریم آنهایی که معتقدن که دولت نباید باشه خب الزامن همشون خوشونت محور رو به اصطلاح خوشون قه... قه... مبارزات قهرامیز رو پی نمیگیرن یا خود چامسکی فرزند خب چامسکی به عنوان اصلی ترین تئوریسین شاید یا فیلسوفی که امروز به نوعی از آنارشیست بفا میکنه خب خی... خیلی بحث بحث نگاه های خشونت آمیز و انقلابی و اون شکلش نیست یک نگاه فلسفی به اون داره یعنی از این منظر فهم می‌کنم این رو باید تفکیک کرد و من فکر اگر اگر قرار باشه از اینجا بحث رو شیم که خب نقدی که حالا من به آنارشیست دارم اینه که در اصل یک تناقض‌هایی هایی در مدل آنارشیستی که میخوان در از پیاده سازی بکنن وجود داره من اگر بیس تعریف آنارشیزم رو که خود آیه چامسکی میگه میگه هر اقتداری که نامشروعه رو ما رد میکنیم میگه اولی ما قائل به این هستیم که در بعضی موارد اقتدار مشروعه یه مثالی هم میزنه توی بسیاری از سخنرانی‌هاش هم میگه میگه یک دختر بچه 14 ساله ببخشید دختر 4 ساله‌ای که با من داره میاد اگر یه دفعه بخواد وسط خیابون بدوه من دستشو محکم میگیرم میکشم من حرکتم اقتدارگرایانه است اما مشروع. این بحث رو در عین حال همین رو در مورد مثلا پزشک میگه یک پزشک اقتدار مشروع داره که به من به نوعی من رو درمان کنه به من دستور بده اینو بخور و نخور یعنی یک نوع تقسیم وظایف رو ها قبول میکنند به خاطر اینکه دنیا دنیای تخصص شده است شما نمیتونید من خودم همه کارو میخوام بکنم و این رو ولی نکته اینجاست وقتی که به مسئله دولت میرسن و اینکه آقا آیا اداره جامعه آیا امر سیاست آیا کنترل کردن قوانین وضع قوانین همون هایی که قانون رو که مخالفش نیست به اونجا که میرسند یک دفعه به نوع این تقسیم وظایف رو قائل نیستند بله و چون دولت های موجود تاریخ دولت نشون داده که خیلی از دولت ها سرکوبگر بودن و اینها اساسا کل دولت رو نخوب اینجا من اصلا مقصدی که بحث میگم دموکراسی رو نفی میکنن ولی به نظر من راه حلشون راه حلیه که آقای جلالی مشخص نیست اه ببینید اه سر اه من شما مثلا اشاره کردید به مارتین لوتکینگ خب یک نوعی از گرشتانش اجازه بدید اگر ممکنه برای اینکه بحثی مقدار جلوتر بره روی همین نقدی که آقای ملکی طرح کردن متمرکز شیم این یه نقد خیلی رایجه یعنی گفته میشه که آنارشیزم شاید برای یک جوامع کوچک و ابتدایی مناسب باشه ولی وقتی جامعه تخصصی شد وقتی سازوکارهای پیچیده لازم داشت نوع خاصی از دولت لازمه شما به این نقد چه جواب میدید ببینید در جو جوامعی که جواب آنارشیستی شکل بگیره در واقع خودگردانی و تشکیل گروه های مختلف خودگردان توسط خود مردم و مردم برخلاف این صحبتی که آقای ملکی میکنن در واقع مثلا میگم این شوراهایی فرض کنید در زمینه مثلا بخواید در رابطه با مثلا فیزیک خب فیزیک دانان شوراهایی تشکیل میدن گروه هایی تشکیل میدن که به طور متخصصی میتونن در رابطه مثلا فیزیک کار بکنن یا باستان شناسان یا پزشکان یا مهندسان به شکل تخصصی اون قسمت ها کار انجام میشه قسمت هایی که در مثلا در واحد های خودگردان شهری هستش اونجا به مسائلی میپردازن که مربوط به اداره در واقع اون شهر یا منطقه هست ارز عرض کردم در ه... درون هر انسانی به خصوص اگر انسان آزادی باشه یک نوع گرایش یک نوع رگه هایی از آزادی خواهی اعتراض و تغییر و شکستن دور تسلسل روزمرگی وجود داره اما بین این علامت مصابی گذاشتن با آنارشیسم مثل علامت مصابی گذاشتن مثل روز و شبه در درون من هم هست در درون از شما نیچه صحبت میکنید تولستوی صحبت میکنید اینها همه بسیار تسکین بخشند، به انسان الهام میدن برای تغییر برای شکستن بوتها برای تابو شکنی در همه اینها من کاملا همسوی شما هستم اما از اینها ایدئولوژی ساختن و از اینها جنبش اجتماعی ساختن بسیار خطرناک ترجمه ایرانی اون حزب حزب که در واقع نه به تشکل اعتقاد داشت نه به رهبر اعتقاد داشت نه به مالکیت و نه به دولت دقیقا تمام این ویژگی هایی که آقای ملکی میشمارند و ایشون میشمارند در این حزب الله ایرانی وجود داشت منتها زیر پرچم اسلام یعنی رهبر هم نمیخواست رهبر رو در آسمان ها و بهش میخواست که آیت الله خمینی اومد و تنها رهبرش در واقع زمینی که تونست در رأس حزب الله این هست یعنی و در جاهای دیگه هم یعنی تفاوت و تفکیک آناشیس به عنوان یک اعتراض اومانیستی که در درون منم هست در شرایط بخصوص خفقان و در جامعه سرمایهداری یک مسئله است اما از اون پرچم و جنبش ساختن کم و حزب الله است در همه جا من به این باور دارم با اصلا به نظر ارتباطی نداره حزب الله کجا نگاه آزادی خواهانه داره حزب الله اومده و اتفاقا نگاهش حتی نگاه آنارشیست مذهبی هم نیست چون آنارشیست مذهبی مثل تولستوی اعتقاد چونی که تنها اتوریته متعلق به خداست و اون هم به خاطر اینکه انسان آزاد آفریده شده در حالی که در سیستمی که جمهوری اسلامی پیاده کرده اینجوری هستش که اتوریته متعلق به خداست و این رو داده به ولی فقیه و ولی فقیه دیگه کنترل میکنه و غیره یعنی یعنی رو در یک جایی اومده متمرکز کرده و نگاه آنارشیستی هم این رو نمیپذیره یقینا یعنی نمیشه این رو اینجوری شد هیچ نگاه آزادی خواهانی در اون سیستم نبود اتفاقا ایشون میگن سالهای اولیه انقلاب اون نگاه آنارشیست به مفهوم هرج و مرج رو شما میگید من میگم که این اساسا با آنارشیزم به اون آرمانش و با, با اونهاش بلد. فرق داره اما من در مورد مدلش بگم بلد. من بحثی که دارم اتفاقا نکته اینجاست که من میگم اگر قبوش آنارشیست با همه آرمانهاش با ایدئالهاش پیاده بشه از مسیر دموکراسی میگذره به سورو هم میاد میگه ما شر لازم رو در حدی که دولت قرار یک سری کارهایی رو بکنه بالاخره یک سری چیزها رو سامان بده زباله ها باید سامان پیدا بکنه نمیدونم مسائل تحصیل خب آیا برای جمع کردن زباله ها یک ساختار دولتی لازمه یا در سیستم خودگردان میشه این کار رو کرد خب نکته همینه دیگه من بخوام بگم همینجور در تعمیق دموکراسی شما میتونید به جایی برسید که در اصل نقش دولت رو بسیار محدود بکنید یعنی دموکراسی هم در تعریف کانسپت دموکراسی علوم سیاسیش لیمیتده یعنی کاملا میگه لیمیتد این به خاطر همین که اساسا اون اقتدار پیدا که بخواد خودگردانی آدم ها رو بگیره و دموکراسی مشارکتی که الان حتی یک شکلای جدیدی از دموکراسیه که روش داره کار میشه به عنوانش میگن دموکراسی خودساز یا دو دموکراسی که در از خود مردم حالا در مناطق کوچکتر هستش در شهرها هستش در روستا هستش خودشون یک سری امور رو سامان میدن پیاده داره میشه در دانمارک ما میبینیم این رو در سوئد میبینیم در هلند هستش و ببخشید یه فقط نکته هم میگم در مورد بحث زندان در عمل تقریبا سه ماه پیش خبری بودش که هلوش انگار چندین هلوش سی درصد زندان های هلند رو بستن به دلیل اینکه دیگه زندانی ندارند خب میگم یک بخشی از در دموکراسی هم میشه این در دموکراسی به با اونجا میتونه برسه جلالی. ببینید این به هر حال نتیجه تلاش آنارشیست ها بوده اینه که خیلی تونستن تصویر گذار باشن در پیش برد مبارزات دموکراتیک و مطالبات دموکراتیک این به نیست که ها باید حتما یک دولتی رو فقط منتظر دولت سر سرنگون بکنن و بعد ببینیم خب مثلا هم همراه با مردم چه کار خواهند کرد آراشیستا تو این زمینه ها بسیار تاثیر گذار بودن تو فعالیت های مدنی، دموکراتیک و زندان اصلا دستاورد مرزی که الان در اروپا نیست در واقع این آنارشیست ها هستن که روی این کار کردن، مبارزه کردن، تلاش کردن دستاورد آنارشیست ها هست. شما اینا رو دستاورد آنارشیست ها که نمیزونید برای اینکه های بسیاری در جامعه سرمایه داری تی میشه که به اینجا میرسه که مثلا در کشوری مثل هلند به گفته ایشون سی درصد زندان رو میبندن این،, این, رو که صرفا ناشی از آنارشیسم و حرکت های آنارشیسی نمیدونید که به طور واقع به طور واقع تاثیر داشته تاثیر داشتن بله هاشون تاثیر گذار بله تاثیر گذار بوده ببینید رو... مطالباتی که داشتن همیشه همین مطالبات ضد زندان همیشه آن استفاده داشتن ضد مرز مخالف مرز بودن مخالف جنگ ها و... ولی آقای هیدریان میگه که این آرمان ها بسیار خوب هستند ولی وقتی اینها رو تبدیل به یک مدل میکنید برای اگر نه تنظیم مناسبات انسانی چون اونجا کلمه نظم توش هست و شاید سلسل مراتب برای اینکه یه طرح نو بریزید اونجاست که مشکل ایجاد میشه بذارید یه مقدار دقیقتر صحبت کنیم یه جامعه بزرگ نیاز به یه مکانیسم بازار داره این مکانیسم بازار باید مناطق مختلفی که شما در مودش در مدل خودگردانی صحبت کردید رو به هم وصل کنه یه جا ماده خام داره یه جا صنعتش داره تجهیزاتش داره یه جا مصرف می‌کنه این یه مکانیسم پیچیده است برای این مکانیسم پیچیده شما چجوری میخواید مدلی بریزید که آنارشیستی باشه ببینید الان مدلی که هست دولت ها از بالا پیوند ایجاد میکنند و به شکل سلسله مراتبی و هیراشی منتها در مدل آنارشیستی مثل یک زنجیره که از پایین مثل در واقع از پایین جامعه به هم وصله من جامعه که از پایین به هم وصل نیاز به یه مدیرهایی داره برای اینکه این, مکانیسم اقتصاد ملی رو خب شما میگید با مرزا مخالفید ولی اقتصاد گستره به هم وصل کنه این مدیرها همون سلسله مراتب نخواهند شد نه نیازی به مدیران نخواهد بود در جامعه آرمانی شما تصور ما برای اینه که نه نیاز نخواهد بود علت این که خب برای شما خیلی جای سواله که این به چه شکل کار خواهد کرد ببینید شما در کمون پاریس سال 1871 حدود 70 روز این سیستم تونست کار بکنه با توی 70 روز 70 روز تو مدت بسیار کوتاه تونست بسیار دستاورد داشته باشه در در واقع یا در سه سالی که با این که در جنگ داخلی بودن در اسپانیا تونستن خیلی تاثیر داشته باشن به هر حال تفکرات آنارشیستی بر روی جنبش های مساوی طلبان جنبش های آزادی جنبش محیط زیستی و جنبش دانشجویی کارگری زنان همه اینها آنارشیست در تأثیر مورد شرایط حاضر صحبت کنیم شما مدل آنارشیستی یا شبیه به مدل آنارشیستی رو در جهان امروز کجا می‌بینید در ببینید شاید بشه گفت حالا تا, ش... تا حدی یا به شکلی البته نمیشه گفت این شکل گرفته یا کامل شده من فکر میکنم روژوا مثال خوبی باشه کوبانی و کلن... اه... کردها در کردها. شمال سوریه بله. بله. چون ما میبینیم دولت حاکم نیست روابط دولت توش نیست به شکل دیگه به نوعی اون دموکراسی مشارکتی تقریبا توش حاکمه اه... که آقای من که شاید بیشتر بتونن توضیح بدن میشه گفت که با تمام اینکه درگیر جنگ هستن اون وضعیت اسفوار در سوریه حاکمه ولی تونستن در واقع گروه های خودگردان مردمی ایجاد بکنن دولت دیگه وجود نداره اصلا دو شیرازه دولت پاشیده و وجود نداره به دلیل اینکه شیرازش پاشیده یا نمیخوان به وجود بیارن اگر تو سوریه میتونست. پاشیده دیگه ولی اگر همین کسانی که دخیل هستن در جنبش روجاوا میتونستن دولت هم ایجاد نمی کردن نه اعلام کردن که ایجاد نمی کنن بدون دولت, دولت در مدل مدل چیه؟ بله من فکر می کنم که از توضیحات ایشون همچنان که قبل در توضیحات قبلی هم بود اتفاقا این تعمیم نشون میده که فکر آنارشیستی فقط مربوط به دوران بحرانی دوران های بی ثبات هست یعنی دوران است که اصولا گذاره یعنی یک نظام فرو ریخته و میره به سمت نظام نامعلوم که میتونه یک نظام دموکراتیک باشه که باز میشه یا میشه یک آقای هیدریان خب دویس سال اخیر جامعه انسانی همش در حال بحران و در با. حال گذار بودن خب این استدلال خیلی قوی علیه آنارشیستا نیست خب بله در شرایط بحرانی یک نه نه من میخوام زمینه ای میشه برای یک مدل جدید قابلیت های اجرای آنارشیست میگم فقط مربوط به این دوران هست. اما به معنای حقانیت و کاربردش نیست هیچ جا نبوده دیگه فقط پرانتز هاست من چند بار گفتم اما اصولا آناشیسم با خلق و خو و ذات بشری در ستیزه برای اینکه همه انسان ها اگر بخواد دومینانت و مسلط باشه همه انسان ها دو چیز درشون هست یکی اینکه من دوست دارم این مال من باشه این متعلق به من باشه و من اصلا مالکیت هم مالکیت و هم عشق این حالا انسان ها استعدادهاشون توانایی هاشون یا... مسئله عشق اینجا چجوری مسئله... میاد آیا آنارشیستا با عشق نه نه مسئله عشق اینی که تملک و استمرار یعنی این دو چیز یک چیز درونی تمام انسان ها هست که اصولاً از این نظر با خلق و خلق انسانی در دراز مدت ناسازگاره آنارشیستا با مالکیت مخالفند ام... میشه گفت که نظرگاه ها دیدگاه های مختلفی وجود داره آنالیز کلا به این شکل که در زمین های مختلف نظر گوناگون هست یه بخشی هست که مخالفند یه بخشی هست که مالکیت خصوصی بسیار کوچک و محدود و باش مخالف نیستن این بسیار متفاوت هستش یعنی در درون آنارشیست های تیفی میبینید در مورد مالکیت در مورد موضوع مالکیت بله که میگم به شکل محدود به نوعی از مالکیت خصوصی کوچیک بهش معتقدم ولی عمدتا میشه گفت که عمدن نیروی در واقع بیشتر آنشست ها اعتقادی به مالکیت خصوصی ندارن وقتی میگید به نوعی از مالکیت خصوصی کوچک معتقدند این مقدار مبهمه مثلا آیا آنارشیست ها با حق رایج در جامعه انسانی کنونی برای دادن دارایی خود به فرزند مسئله ارث مخالفن یا موافقن بله تو بس... بسیاری از زمینه ها آنالیست وارد بسیاری از مباحث ریز در واقع نمیشن یک نمای کلی از شکلی که میتونه جامعه آنارشیستی داشته باشه مطرح میکنن و جزئیات رو میگذارن برای بله، دقیقاً اون مردمی که قرار اون جامعه رو بسازن برای اون موقع بسازن چون اونها قرار رو بسازن قرار نیست ما بسازیم قرار نیست همه پاسخ ها رو ما داشته باشیم تفاوتی که با نیروهای دولتگرا و تف... تفکر نیروهای دولتگرا هست همینه اونها میخوان میگن ما همه پاسخ ها نزد ماست و ما میدونیم به جای شما میتونیم صلاحیت شما رو ما می... داریم و تواناییشو داریم به جای شما بسازیم تصمیم بگیریم ما چنین ادعایی نداریم آنارشیستا چه دایی نه تاکید آنارشیستا به مردم هست خود و مردم چه توانایی دارن و مشکلاتشون رو پله به پله و قدم به قدم حل خواهند شما خیلی صحبت من خودم باز از این منظر نقدی به آنارشیستام آنارشیستا میخوان یک چیزی بسازن با یک مصالحی که وجود نداره یعنی مثلا اینجاست که من میتونم فهم خیلی زیباست اون دنیایی که انسانهایی باشند که هیچ کدوم واقعا هیچ گرایش تجاوزکارانه ای ندارن همشون دیگر خواهند ولی مثلا اینجاست که واقعیت دنیایی که هست و مردمی هم که بالاخره الان ازش صحبت میکنیم این گونه نیستند این اعتقاد دار... داریم و دارند آنانشیز ها که ذات انسان مثبت هم توزیع که های ملکی داشتن میدادن اما علاوه بر اون مسئله آموزش برای ما بسیار اهمیت داره ببینید ما یه خب این سختی در مقابل آن قرار داره ما کار کرده در واقع چپ دولتی رو دیدیم و دولتگرا چپهای های دولتگرا فاجعه رو دیدیم شاید آقای هیدریان بتونه بهتر توضیح بده به نظر من یا راست دولتگرا باز به همین شکل این نقد آنارشیست با دولت همچنان وجود داره چه دولت راست باشه چه دولت چپ ما داریم سختی کار ما همین هست ما میخوایم جامعه رو بسازیم مردم یعنی ما نه مردم جامعه رو خواهند ساخت که توی اون مسئله آموزش خیلی مهمه ببینید برای هر چیز شما باید تدارکات بکنید برای همین برنامه کلی تدارکات کردید برای ساخت جامعه آلترناتیو باید تدارک دید باید آموزش داد باید کار کرد اینجوری نیستش که یه نسخه بپیچیم و بگیم اوکی این راه حلش انجام بدین آموزش خیلی اهمیت داره خود آموزشی ایجاد کارگاه‌های آموزشی مشارکت مردم اون چیزی اون که آقای ملکی میگه در واقع حاصل یه دوره طولانی آموزش و آنرشیست ها به با عنوان یه مقصد نهایی نگاه میکنن من هم کاملا قائل به همین هستم که آموزش اهمیت داره و به همین دلیل هم هستش که معتقدم که در عمل آرمان های آنارشیستی از طریق دموکراسی و تعمیق دموکراسی در میاد چون در ساختار دموکراسی که شما میتونید آموزش رو نظارت مردم باشه اینهایی که به نوعی اخلاق های خوب هستش تجاوز کار نبودن دیگر خواهی اینها رو آموزش بدید و در نسل های بعدی اتفاقی که در دموکراسی افتاده از یک دموکراسی که خیلی شاید به نوع اقتدارگرا باشه به دموکراسی مشارکتی میشه همون مثال هایی که گفتم خدمتون شما الان در بسیاری کشورهای باید... بله دموکراسی مستقیم و مش... نه نه می من میگم دموکراسی مستقیم و مشارکتی رسیدن به اون آرمان های آنارشیستی است در است و راهش هم بله. از طریق خود تمام دموکراسی مستقیم رو قبول داریم ولی بله من فکر می‌کنم کنم تعریف اون فرق همینه که شما استیت رو وقتی نفی می‌کنید دیگه نمیتونید بگید دموکراسی دموکراسی نفی استیت نیست کانسپتی داریم صحبت می‌کنیم ما دموکراسی نمایندگی رو رد می‌کنیم ما دموکراسی پارلمانی رو رد می‌کنیم ما دموکراسی مستقیم خب و... دقیقاً خب خب بسیار عالی من میگم اگر میخوایم به اون برسیم راهش از فور من تو یه نکته‌ای رو بگم خیلی مهم مهمه یک گیری که الان در ایران امروز اگر کسی بخواد بیا تبلیغ رو بکنه این بزرگترین به این شکله. یعنی به شکلی که استیتلس بودن بحث به هر جور مرجو اینا نیست حتی دفاع کن از روش‌های مدنی استیتلس بودن بزرگترین خدمت رو به استبداد کنه یعنی برانداختن دولت بله به دولت میگه که آلترناتیو ما کسانی هستن که میخوان دولت نباشه و و همین دلیل میتونه اون بگه که خب پس شما ناکنید یک چیزی میاد هرج هر و مرج و اینا اما وقتی که دمو... از طریق دموکراسی باشه اما میگم نه ما دموکراسی میخوایم و دموکراسی نمایندگی خب خب میخوایم که جزبه هی درو کم بکنیم اون کمک بیشتری میکنه به با آرمانهای ناشیستی بلد. جوابتون چی هست به این نقدایه تو این 37 سال خب به این شکلی مبارزه شده یا ادعا شده گروهای دیگه که آقای ملکی میگن اشکال مختلف ولی موفق نبودن دیگه یعنی چیزی که شما ببینید جمهوری اسلامی سرکوب کرده تو این 37 سال مگه نکرده یعنی یعنی یه جوری من سوالات شما برداشت کردم که بهانه سرکوب به دست رژیم خواهد داد به نظر من چنین نیست من رژیم هر وقت نیاز بوده سرکوب کرده هر روز اعدام کرده بله بله امان بله بحث سرکوب نیست بحث اینکه میگه مدل برابر شما چیه جمهوری اسلامی در برابر مدل دموکراسی مقاومتی نمیکنه خود چه سعی میکنه بگه من دموکراسی ام دم اما هیچ وقت نمیاد بگه من آنارشیست در مقابل شما مقاومت نکرد در... نه در دم... میگم دم در مورد دموکراسی مقاومت بله. میکنه ولی بله. بله, می بله, بله می سعی میکنه من دموکراسی ام نمیاد بگه من, بله. من آنارشیست ام بخاطر اینکه این رو میگه که آقا آنارشیست یعنی که بی دولتی و اینکه شماها هم دیگه رو باید یک فضای باشه که به جون هم بیفتید میخوام میگم از اینجوری نظری که من میگم آرمان های آنارشیستی به طریق دموکراسی بهش رسید و تعمیق دموکراسی بله ببینید اصولا در عرصه اجتماع و سیاست این آرمان که آوردن کره ماه به زمین برابری و زیبایی و انسان همه برابرند و اینها هیچگاه به واقعیت نپیوسته پیوست نخواهد پیوست و خطرناکه من مشکل اساسی اینه که دنبال چنین آرمانی رفتن و بهشت روی زمین ساختن چیزی است که ادیان و مذاهب به انسان ها وعده دادن و این وعده مثل انقلاب اسلامی ایران مردم دوم آوردن 99 درصد مردم کره ماه رو میخواستن به زمین بیارن و بقیه جام هم همین جور بوده اکتبر روسی هم همین بوده بقیه بقیه این خطرناک چرا؟ برای اینکه نه فقط خیال بافیست بلکه اثراتش سرخوردگی شدید بعد از اینکه به واقعیت میپیبنده و انحصار قدرت سیاسی است اما به انسان ببینید بحث به انسان ما سه نظریه همیشه داشتیم که هنوزم وجود داره این که انسان اصولا گرگاساس هابس میگه که در صورتی که اونا به قدرت برسند جنگ همه علیه همه است بسیار بدبینانه است برای اینکه ذات بشری رو پلید و منفی میدونه در مقابلش روسو مطرح میکنه انسان سلخواه برابری خواهی او هم در واقع یک نوع تصور رومانتیک داره اون چه که من فکر میگن انسان همه ایدئولوژی ها بر انسان شناسی بنا شدن در انسان شناسی من به عنوان یک جمهوری خواه خواهان پارلمانتاریسم این استش انسان ها همه انسان ها کم و بیش دارای هم کنش های مثبت هستند و منفی هستند شرایط اجتماعی که ما در پی اون هستیم ایجاد بکنیم بعد این باشه که جنبه های مثبت رو در انسان ها تقویت بکنه اما جنبه های منفی مثل حسادت هرس، آز، زیاده خواهی در به نظر من در درون همه انسان ها هست و یک چیز طبیعی انسانی است برای همین هم نمیشه اون بهش رو در روی زمین ساخت بذارید پیش از پایان برنامه یه سوالی بپرسم از هر سه مهمان و جوابای کوتاه اگر بشه بگیریم شما رد پای آنارشیسم رو در سیاست ایران می‌بینید تقریبا اوایل انقلاب خب ما یه سری خارج کشور نشریات آنارشیستی وجود داشته البته خب تاثیر آنچنانی نداشتن و هر حال نشریاتی وجود داشته و غیر از اون اشاره که به احمد شاملو کردم و کتاب جمعه جای دیگه نمی بینیم تا چند سال گذشته در بین دانشجویان منطقه و منتها فعالیت هاشون فعالیت های علنی طبیعتا نیست در بین دانشجویان هست در بین بدنه جنبش کارگری هستش یا مثلا خب همون شاهین نجفی هواداراش بسیار به آنارشیست گراش پیدا کردن یک میلیون فیسبوک شاهین نجفی بالای یک میلیون میگه من آنارشیستم بله به طور مشخص شاهین نجفی میگه آنارشیستم هواداراش بخش عمده خوش آنارشیست میدونن و یغما گلروی به طور مشخص میگه بله میگه شستم. پس در بین هنرمندان در بین رسانه ها و در بین جنبش کار جنبش پیدا کرده اولی و ملکی شما و رد پایی از آنارشیست بخصوص اگر عقب تر بریم در تاریخ سیاسی ایران میبینید بله. من به عنوان یک نیروهای سیاسی که خواهان نبود دولت یعنی دولت ستیزی به مفهوم نفی دولت باشن رو من نمیشناسم البته من تاریخ خیلی, خیلی تاریخ نگار و تاریخ خان نبودم ولی ولی من معتقدم که اگر اون بخشی از مبارزات آنارشیست یعنی روش مبارزاتی که مبارزات مدنی هم معمولا پای ازش گرفته در اکثر به اصطلاح نیروهای دموکراسی خواهی که معتقد به مبارزات مدنی هستند در اصل این قسمت از حداقل سنت مبارزه آنارشیستی و میشه دیدش که در نقد و نفی نف... اتوریته غیر لازم و غیر مشروع دولت هستش که حتی دموکراسی خواهی هم به نوعی این نیست. آقای دریان جواب شما به این سوال چیه؟ من خیلی زیاد دیدم در تمام یکصد سال اخیر ایران وجود داشته نه با اون تعریف خیلی بسته و محدود بلکه به این عنوان اعتراض به عنوان اینکه جنبش همه چیز هدف هیچ چیز همیشه در جامعه ایران وجود داشته این نمونه بسیار شناخته شده اش نطفه های جنبش چریکی سیاه کل هست یه سری جوان دانشجو بودند هیچ درکی نداشتن مخالف سرمایداری بودن مخالف سوسیالیست بودند اینا یک جنبش رو ایجاد کردند با چند تا توفنگ زدن سیاه کل. و خب شما به چه شکل اونها رو به حرکت آنارشیستی نسبت میدید؟ در دید من شورشگری اسیانگرایانه نطفه و اساس آناشیست یعنی اینکه تو بدون داشتن هدف بدون تر بدون برآورد تناسب قوای سیاسی و بدون اینکه افکار عمومی برات مهم باشه یا نباشه میخوایی شورش بکنی این با این ویژگی هایی که من شمردم بقیهش دیگه آرمانه نطفه های چریکی هست و قبل از اونم هست و بعدش هم هست برای همینم متاسفانه سرکوب این جنبش ها بسیار راحت برای حکومت نسبت به جنبش های مسالمت ها احتمالا خیلی ها به صحبت های شما نقد وارد خواهند دونست در ارتباط با جنبش های این دست از بیننده ها میتونن روی فیسبوک بنویسن و شما هم فرصت خواهید داشته بهشون جواب بدید خیلی ممنون به آخر برنامه این هفته می رسیم تشکر از شما که پایین بحث نشستید و همینطور از مهمان برنامه نظام جلالی، امار ملکی و محسن هیدریان آدرس برنامه را رو روی صفحه میتونید ببینید به این آدرس برای ما ایمیل بفرستید فیسبوک ما هم برقرار برای نظرها و پیشنهادهای شما یکی از بیننده های برنامه نوشته من در زاهدان زندگی می با بسیاری از دوستان برخورد داشتم که از پرگار حرف زدن و فایل دانلود شده برنامه پرگار رو از این دوستان گرفتم خب جای خوشبختیه اینجور خبرها خیلی ما رو خوشحال میکنه ایشون البته نوشتن که گفتگوی دوگانگی جسم و رو که سال قبل انجام دادید رو باز هم ادامه بدید شاید ایشون اینه که چنین موضوعهایی که در مورد مباحث بنیادی متافیزیک هست رو بیشتر به بحث بگذاریم سعیمون رو میکنیم ولی بسیاری از بیننده ها ممکن است طرح بحث های مجرد فلسفی به اندازه شما خوشنود نشن به همین دلیل تلاش میکنیم در تدارک بحث ها در حوزه‌های مختلف فکری مدار تعادل رعایت کنیم که همه راضی باشن شب و روز بر همه شما خوش